با نام و یاد خدا، با درود و فراوان به شما، با مجموع درس‌های ترادیشنال در خدمت شما هستم. این جلسه در رابطه با ناراحتی هارت برن یا ریفلکس یا ترش کردن یا اصطلاحاً گرد که مخفف GERD به نام گاسترو اوزوفاگل ریفلکس دیسیس، یعنی ناراحتی که به ناراحتی ریفلکسی که مربوط به معده و مری هست میباشد. خب حالتها چیه تو این مورد؟ حالتهایی که به وجود میاد ترش کردن، اسید از معده به سمت مری میاد، برگشت غذا از معده به مری هست، سوزش پشت جناق سینه هست. در مواردی که خیلی تشدید پیدا میکنه، فرد در هنگام خواب یه مرتبه حمله آسمی بهش دست میده، حمله خفگی بهش دست میده و چندین ثانیه خفه میشه و بعد بلند شه، سرفه کنه، نفسش جا بیاد، اسید وارد ریه میشه. در مواردی که شانس دیگه خیلی با فرد راه نمیاد، شانس نداره فرد، ناراحتی به وجود میاد به نام برد اسافگس. ناراحتی برد اسافگس ناراحتی که مخاط مری تبدیل میشه به مخاط معده، مخاط انتهایی مری تبدیل میشه به مخاط معده. فرد وقتی که غذا میخوره، وقتی که میاد تو مری، ناحیه فوق العاده درد شدیدی احساس میکنه، مدفوع سیاه رنگ ناحیه مری به معده، التهاب شدید، خونریزی داره و مدفوع سیاه رنگ هست. این ناراحتی بهش میگن برد اسافگس و ناراحتی که 100% باید به پزشک مراجعه بشه، اندوسکوپی بشه، نمونه برداری، بیوپسی بشه، نهایتا تست پاتولوژیش بیاد که کانسر دارد، کانسر ندارد. اگر کانسر داره که بعد معرفی بشه به شیمی درمانی، اگر کانسر وجود نداره که باید 100% شروع کنه درمانها رو پیگیری کنه. اما چی میشه این هات برن که به وجود میاد؟ مکانیسمش چیه؟ مکانیسم داستانش اینه که وقتی که مری به معده وصل میشه، یک قسمتی، یک بافتی داره بهش، این بافت یک زاویه‌ای پیدا میکنه به نام هیس انگل، یا زاویه هیس بهش اصطلاحا میگن. این یک زاویه‌ایه که غذا از مری وارد معده میشود، ولی به سختی غذا از معده به مری وارد می شود. این زاویه در واقع اینجوری مکانیسمش طراحی شده که زاویه هیس یا هیس انگل، که غذا راحت از مری به معده وارد شود ولی راحت از معده به مری وارد نشود. اما این بافت یه سری تغییرات میکنه، یه کمی عضلاتش قوی تر میشه، حالت اسفنکتری هم درش ما میبینیم. نهایتاً وقتی که این زاویه به هم بخوره یا تحت هر شرایطی دریچه شل بشه، ما برگشت غذا رو از معده به مری خواهیم داشت. اما چه چیزهایی و چه عواملی باعث ایجاد ریفلکس میشه؟ اول میریم سراغ داروها. یه سری ناراحتی هست، مراجعه میکنیم، یه سری داروها میگیریم، متعاقباً عوارضی خواهند داشت که اینها دریچه معده رو شل میکنه یا زاویه هیس رو تغییرات درش ایجاد میکنه که باعث برگشت غذا و ریفلکس میشه. مهمترین داروها میتونم به آنتیبیوتیک ها اشاره کنم. آنتیبیوتیک ها که تتراسایکلین یکی از مهمترین اونها هست، مکمل آهن، مکمل پوتاسیوم، آسپرین، ایبروفن، الاندرونیت ها،
ایباندرونیت ها، اینها داروهایی که برای پوکی استخوان میدن، کینیدین دارویی که برای آریتمی بطنی قلب ازش استفاده میکنند، داروهای سهلقوی در واقع ضد افسردگی مثل همون داروی معروف آمیتریپتیلین، داروی دیازپام، مواد خوراکی که دارای کافئین هست مثل قهوه، چای که دارای تئین هست، توبرومین که داخل کاکائو وجود داره، مخدرها مثل کدئین، قرص پروژسترون، اینها تماما، و مثلا اون داروهایی که برای فشار خون، این داروهایی که مهار کننده در واقع کانال های کلسیومی هستند و باعث کاهش فشار خون در ناراحتی قلبی میشن، اینها از عوارضی که به وجود میارن عارضه رفلاکس هست. اما غذاها هم میتونن این کار رو انجام بدن، غذاهایی که به شدت ترش هم، غذاهایی که به شدت چرب هستن و غذاهایی که به شدت شیرین هستن. مثلا شما حلوا میخورید، یه مقدار اگه زیاد روی کرد در مصرف حلوا متوجه میشید که ترش میکنید، این به خاطر اینکه حلوا هم چربه و هم شیرین هست. خوابیدن بلا فاصله بعد از غذا، خوابیدن بلا فاصله بعد از غذا 99% رفلاکس عامل اصلی اون هست که بلا فاصله طرف غذایی که میخوره با شکم پر میخوابه. بعضی وقتا ما یه سری اختلالات آناتومیکی داریم، اصطلاحا بهش میگیم فتح هایاتل یا هایاتل هرنیا. این فتح هایاتل هنوز مشخص نشده، ولی خب با افزایش سن و ضعف عمومی تو بافت ها ما اینو میبینیم. داستان اینه که بافت ضعیف شده و معده رو به سمت دیافرام هدایت میکنه، معده به سمت ریه و قلب نزدیکتر میشه و عوارض ریفلاکس رو ما دقیقا تو این بحث هایاتل ما میبینیم. ناراحتی رو ما اینجوری میتونیم از نظر فیتوتراپی و ترادیشنال مدیسین، یعنی طب سنتی و فیتوتراپی یعنی گیاه درمانی بررسی کنیم. ما میایم تقسیمش میکنیم، میگیم یا علت از بلغم معده است، یعنی اسید معده کم شده. چرا؟ ببینید اسید معده وقتی کم میشه، شما وقتی غذا میخورید این غذا در معده انباشته میشود، تخمیر میشود و گاز حاصل از تخمیر باعث میشه به سمت بالا غذا رو هدایت کنه، ترش میکنه. متاسفانه 95 تا 99% موارد مربوط به بلغم معده است از نظر علم ترادیشنال. از نظر طب کلاسیک اگه اتفاق بیفته بلا فاصله داروهای اسیدی میدن که دارای HCL از کلوریدریک اسید معده هست استفاده میکنن، ولی از نظر ترادیشنالی وقتی که شما میخواید دارو بگیرید، بهترین چیزهایی که میتونید زیر نظر پزشک طب سنتیتون دریافت بکنید، مهمترین چیز چیه؟ مصرف سرکه هست. مصرف سرکه رقیق شده در آب، یک قاشق غذاخوری تو یک نصف استکان آب، یا مصرف لیمو ترش هست، یا مصرف آب گرم و آب لیمو هست، یا مصرف سوسنبر یعنی نعنا فلفلی هست، یا مصرف زنجفیل، یا مصرف سورنجان هست، که اینها تماما باید زیر نظر پزشک طب سنتیتون انجام بشه. یعنی اول باید بفهمه طرف که این علت رفلاکس چیه، علتش آیا از بلغم است یا از صفرا. حالا اومدیم رو
پزشک طب سنتیتون رفت سمت صفرا، یعنی متوجه شد شما اسید معده زیادی رو دارید. خب اسید معده وقتی زیاد ترشحه در طب کلاسیک از اومپرازول و پنتوپرازول و مواردی این گونه استفاده میکنن. از نظر فیتوتراپی کسی که طب سنتی کار میکنه میاد به شما شیرین بیان پیشنهاد میکنه، کسی که طب سنتی کار میکنه میاد با گل بابونه که ضد التهاب به خاطر ماده آمازولن و کامازولن که داره، یا گل بومادران، برنجاسب، برگ آلوورا، ژل آلوورا، بادرنج بویه، شیر، شیر گرم، اینها در واقع آنتی اسید هستند، یعنی میتونه اسید اضافی رو چیکار بکنه؟ خونسا کنه. پس باید ما از نظر ترادیشنالی بررسی بکنیم ببینیم که این معده الان بلغمی شده یا معده صفراوی هست، زیر نظر پزشک طب سنتی باید صورت بگیره و دارو درمانی انجام بشه. متوقعا شما بعضی وقتا میاد داروگیاهی میگیرید بدتر میشید به خاطر اینکه شما تشخیص دقیقی رو روی اون مسئله ندارید. یا مثلا تو طب کلاسیک هم همینه، طرف ترش میکنه از رام اومپرازول میگیره، اومپرازول مال کسی که اسید معده زیاد ترشح میکنه، ولی اگه اسید معدهش کم بشه چی؟ همون موقع مقطعی جواب میده ولی بعد تا ولکت اثر شدیدتری خواهد شد، چون معدهش آنتی اسید گرفته، اسید دیگه خیلی کم شده، پس غذا بیشتر تخمیر میکنه و گاز شدیدتری هم تولید میکنه. پس ما تا اینجا توی این بحثمون خیلی سریع روی این مسئله کار کرد. عواملی مثل چاقی بیش از حد، چاقی شکم، این باعث میشه که معده رو فشار بیاره به سمت بالا. حاملگی اونم باز دقیقا مثل چاقی شکم. یا مثلا مواردی طرف پیدا کرده که کمردرد گرفته، پزشک بهش کمربندهای رو توصیه کرده کمربند سفت ببنده. ما تو این موارد هم این مشکلات رو میبینیم. چیز خاص دیگه رو من مد نظر ندارم، فقط چیزی که از شما میخوام اینه که توی این مسائل باید دقیقا با پزشک طب سنتیتون مشورت کنید و نوع مشکلتون رو پیدا بکنید و به درمان با اون بپردازید. با مجموع درس‌ها و مباحث جدید دیگه در خدمت شما عزیزم هستم. بدرود.